بحث برسر توانایی یا ناتوانی زبان فارسی در بیان علم و تکنولوژی جدید چند است که با شدت ادامه دارد در حالی که بسیاری از زبانشناسان ایران میگویند زبان فارسی ظرفیت پذیرش و کاربرد تکنولوژی جدید را دارد مهمان من در به عبارت دیگر که خود بیش از هرکس به این بحث دامن زده نظر دیگری دارد دارش آشوری پژوهنده مترجم و زبانشناس به برنامه به دیگر خوش آمدید آقای آشوری شما طی سالهای زیاد فعالیت فرهنگیتون کتاب های زیادی منتشر کردید از کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ که در واقع تحقیقی در جهانبینی حافظه گرفته تا حتی ترجمه مکبت شکسپیر و ترجمه کتاب های فلسفی ولی چند دهه اخیر تمام فکر و ذکر شما معطوف شده به زبان فارسی چرا بله ببینید همه این کارها البته یک جوری به هم دیگه اگرچه به ظاهر به نظر میاد که به هم ارتباطی ندارند ولی اه مسئله من اساسا مسئله فرهنگی تاریخی ماست به عنوان یک کشور جهان سومی و اینکه اساسا جهان سومی بودن چه معنایی داره نه فقط از لحاظ سیاسی اقتصادی بلکه از لحاظ فرهنگی روانشناسی و بعد از طریق همین داستان بود که من کشیده شدم به داستان زبان و تاکید روی مسئله زبان به عنوان یکی از ابعاد اساسی مسئله که و البته تا اونجا که از عهده من برمیاد بتونم بهش پاسخ بدم و کار من روی حافظ هم به حال تو همین کنتکست فهم وضعیت ما و فرهنگ ما و تاریخ ماست که من انجام دادم و نه فقط نه به عنوان یک ادیب بلکه از دید علوم انسانی مدرن در مورد زبان شما بیش از هر چیز تحقیقتون و کارتون در زمینه زبان علمیه و بحثتون اینه اگه من درست فهمیده باشم که علم و تکنولوژی جهش عجیبی داشته طی سالهای اخیر یا چند دهه اخیر به خصوص ولی زبان فارسی نتونسته همگام با این بره جلو و با آیا تو در ماهیت اینه که زبان فارسی اصولا در ماهیت خودش در ذات خودش استعداد پذیرش این علم و تکنولوژی رو نداره؟ ببینید اگر ما درست تاریخ دنیای مدرن رو مطالعه بکنیم می بینیم که علم محور اساسی پیدایش تمدن مدرنه و اساساً تحول عظیم در نگاه انسان به جهان به طبیعت به خودش و بعد رفتن به سوی شناخت طبیعت و شناخت همه چیز یعنی یک پروژه عظیم شناخت که فقط به شناخت سنگ و گیاه و حیوان و آسمان و ستاره ختم نمیشه حتی شناخت خود انسان روان انسان زبان انسان ساختار روانی انسان و ساختار اجتماعی انسان و همه زمین ها که بیشمارن واقعا امروز به صورت رشته های دانشگاهی در بسیار رشته ها و شاخه ها میبینید طبیعتا اینا یه زبانی رو تولید کردند و یه زبانی رو نیاز داشتن که متناسب با بیان این چیزها باشه از اون طرف انقلاب صنعتی تمامی زندگانی انسان رو زیر و زبر کرده در طول این حدود دوی سال اخیر و به خصوص صد سال اخیر شما میبینید که پیدایش پرسونی که الکتریسیته تا بگیرید مثلا تلفن قطار و هواپیما و تا بیایید به مثلا به عصر کامپیوتر چه تحول عظیمی در شکل زندگی انسان پیدا شده در ساختارهای زندگی اجتماعی زندگی انسان پیدا شده و خود خود اینها زبان تازه میارن و زبان یعنی مجموعه دستگاه واژگانی و بیانی تازه میارن که در جاهایی که این اتفاق به به صورت از اصیل اتفاق نیافت، یعنی به صورت وامگیری آمده، طبیعتاً اونجا مشکل و مسئله زبانی خودشون رو دارن، ولی اینها در این دنیای ورسون که انگلیسی زبان، فرانسوی زبان، آلمانی زبان در دنیای مدرن به طور کلی که انقلاب علمی و صنعتی رو دنبال کردن و یا در بستر اینها اتفاق افتاده، زبانشون هم همراه اینها توسعه پیدا کرده و نیازهای لازم زبانیشون رو خب، برآورده خب، آقای آشوی در بریتانیا در آلمان و در فرانسه هم قبلا نه کامپیوتری وجود داشت و خیلی از این تکنولوژی ها در اینجا هم جدید بود چطور اینها تونستن این تکنولوژی جدید و علم جدید رو در داخل زبانشون به راحتی بپذیرند یا اینکه حتی اسم و واژه و فعل و هر چیزی که لازمه براش بسازند چرا در زبان فارسی نمیشه ساخت اول اول قبل از این من میخواستم توضیح بدیم برای ما چطور اینها این کارو کردند ببینید من حالا این آخرین پژوهش من در این کتاب زبان باز بر اساس همین قضیه است که اساسا نوع حالا به قول اپروچ نوع رهیافت ذهن مدرن به زبان چگونه است آیا مثلا مثل ما فکر میکنن که زبان یه چیز داده شده یه ازلی ابدیه که همین است که هست که من از پدر مادرم آموختم یا تو مدرسه آموختم و دیگه بهش هیچ دست نمیشه زد یا اینکه نه یک با یک نوع نگاه دیگه ای یک نوع دینامیسمی پویایی به زبان دادن که پاسخ میده به این نیاز و من اینجا نشون دادم که در واقع یک نوع رهیافت تکنولوژیک به زبان به وجود آمد تو دنیای مدرن که این رهیافت تکنولوژیک اجازه میده که با نوع بنابراین کار مهندسی روی زبان با چفت و بحث کردن عناصر زبانی چجوری بر حسب نیازهای تازه و پیدایش مفهومهای تازه کلمات تازه تولید بشن و بعد این کلمات چگونه باز در بستر همون زبان میتونن زایا باشن فرض کن یه علمی مثل اکولوژی چجوری به وجود اومد یا اکولوژی به سلام که ما حالا در فارسی بوم شناسی زیست بوم شناسی میگیم مثلا این این کلمه خودش چجوری ساخته شده بر اساس چه مدلی ساخته شده و بعد چرا اینا میتونن فرشون این کلمه پیشمند ایکا رو بکنن و بعد بچسبونن به هر کلمه که نیاز دارن مثلا ایکو فرندلی بگن ایکو سیستم بگن یا فرشون ایکو توریزم بگن ایکو تروریزم بگن این چجوری چه جوری اتفاق افتاده تو این زبون ها و چرا مثلا توی زبان شما مثل فارسی نمیتونید و در اون طرف قضیه مسئله زبان فارسی در مقابل زبان های مدرن نیست همه دنیا های پیش مدرن که بعد از طریق به حال گسترش تمدن مدرن از طریق امپریالیسم و کلونیالیسم اروپایی آمدن تو این حوزه این مشکل رو دارن یعنی فقط عربی و چینی و فارسی و کردی و ترکی و همه این زبان جاپانی اول, اول شما در این زبان مثلا این اکولوژی که استفاده کردین یا به از ایکو که تمام پسوند و پیشوندایی که بعدا بهش اضافه شده در زبان اروپایی اینو چطور این کاری کردن چه چیزی در این زبان وجود داشته که بهشون امکان داده که این کارو بکنن بعد این در یه مدت برمیگرده به تاریخ فرهنگ و زبان در اروپا یعنی زبان بومی حالا مثل ورناکولر مثلا انگلیسی فرانسه اینها از بستر فرسانس انگلیسی از بستر زبان جرمنی که آمده فرانسه از بستر زبان لاتینی آمده آلمانی از بستر زبان های آمده اینها هر کدوم تاریخ خودشون و تحولات زبانی خودشونو دارن و بر اثر این تحولات تاریخی اینها شکلشون از شکل زبان های کلاسیک زبان ترکیبی تبدیل شد به زبان تحلیلی که قدرت ترکیب سازیشون خیلی ضعیف تر شده مثلا انگلیسی و فرانسه بخصوص و فرانسه بیشتر از انگلیسی ولی آلمانی یه مقدار زیادی اونها رو حفظ کرده ولی اینها در این حال میراث زبان‌های کلاسیک لاتینی یونانی رو داشتن زبان لاتینی تا قرن 18 هم زبان نه فقط کلیسا زبان علم و فرهنگ اروپایی بود و زبان نوشتاری اروپایی بود در واقع در اساس و بعد وقتی که اینا آمدند این وارد مرحله علم مدرن شدن مثلا از قرن 16 هم یک دوره مثلا در زبان انگلیسی میگن لاتینیزیشن مثلا اینکه فرم زب... کلمات لاتینی رو بیارن و ترکیب لاتینی و, و همچنین یونانی رو برای علم مدرن بعد شما وقتی میرید مثلا تو حوزه فارسی پزشکی میبینید همه کلمات ترکیبات یونانیان در اساس یا یا لاتینی یونانیان اون چون اون اون زبان ها این اجازه رو میدن که این نو پیش مهره بشن و بعد نوع رفتارشون با اون زبان ها این است که از اونها به عنوان سرمایه زبانی استفاده میکنن و با یک تکنیک های خاصی تولید واژگان تازه میکنن که این کارها در زبان بومی فرانسه و انگلیسی به اون صورت ممکن نیست و ما وقتی به زبان فارسی میبرم گردیم با عنوان یه زبان طبیعی طبیعتا محدودیت های زبان طبیعی خودش رو داره خب ولی شما در نوشته هاتون اشاره زیادی می‌کنین به مثلا طبع و روحیه مردم برای نسبت تناسب بین روحیه و طبعشون با زبانشون شما این رو در زبان اروپایی می‌بینید و اصولا زبان اروپایی به علت سابقه که خودتون توضیح دادین طابقه طولانیشون با دمخوریشون با زبان لاتینی و زبان یونانی خیلی راحته که از اینا بگیرن در زبان فارسی که این به اصطلاح روابط نبوده چیکار باید بکنن این آبن... زبان فارسی حالا من یک سوال مشخصی مطرح کنم زبان فارسی آیا به نظر شما بایستی تمام این زبان‌های تمام واژه‌های در اصل علم تکنولوژی که در زبان‌های م... مدرن به, س... به قول شما ساخته شده در بس همون رو بگیرن و استفاده بکنن یا اینکه نه در زبان فارسی هم مراجعه بکنم به زبان لاتینی و زبان یونانی و بر اساس ساختار زبان فارسی واژه بسازم ولی این نکته که اشاره کردید به روانشناسی و روحیه مردمان به صلاح نگرششون به زبانشون این مسئله خیلی مهمه این زبان مدرن اروپایی در بستر فرهنگی رشد رو کردند و گسترش پیدا کردند که علم محورش بوده علم مدرن و تکنولوژی مدرن انقلاب صنعتی و انقلاب علمی محورش بوده ولی مثلا ما که زبانمون زبان شعر بوده و تولید فرهنگی ادبی شاعرانه بوده و خیلی هم عاشق این توانایی زبانمون هستیم فکر میکنیم که با این توانایی شاعرانه میتونیم به اون تجهیز پاسخ بدیم به نیاز علمی و تکنولوژیک در حال که چنین چیزی ممکن نیست چون که اینا با زبان چاسر و شکسپیر نمیرن سراغ علم مدرن اصلا از یه در دیگه ای وارد میشن بر اساس البته زمینه تاریخی فرهنگیشون حالا ما بهتره که قضیه رو در یک گستره جهانی نگاه کنیم فرض کنید شما زبان روسی یا زبان چکی اونها عینا این،, این،, این چیزی رو که به عنوان در زبان علمی تولید شده در حوزه قلمرو زبان انگلیسی فرانسه آلمانی اینها رو عینا میگیرن اصلا مایه های لاتینی یونانی و هیچ تعصبی از این بابت ندارن که اینها رو از روسی برشون و چنانکه که اساسا شاید ممکن هم نباشه در خیلی زمینه‌ها که این کار بشه حالا فرض آلمان ها هم یه دورانی این تعصب داشتن که به اصطلاح فرمد ورتر بوخ رو نظر از قرن 17 مثلا به آلمانی بسازن حتی فرض برای اکسیژ برای هیدروژن مثلا یه کلمه آلمانی درست کردن ولی بعدا فهمیدن که این کار فایده ای نداره و به هم دلیل در جوار کلمات از ریشه لاتینی یونانی کلمات آلمانی هم وجود دارن اما به حال اینکه اساسا باید این رو به عنوان زبان بین علم باید پذیرفت یعنی شما تو فرهنگ مثلا انگلیسی نگاه کنید فرهنگ وبسایت خیلی از این کلمات جلوش نوشته که آی اس وی یعنی International Scientific Vocabulary این مال هیچ زبان خاصی نیست مال زبان جهانی علمه ژاپنی هم همینا رو می‌گیرن. ترک های ترکیه همین این کلمات رو میگیرن ما منتهی یک نوع نگرش دیگه‌ای داریم ولی این قضیه رو باید فهمید که با هیچ زبان طبیعی نه فقط زبان فارسی با هیچ زبان طبیعی و با میراث ادبیش چون که من در این کتاب زبان رو باز بحث کردم پاسخگویی به این گستره عظیم 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 میلیون ها لغت در حوزه علمی ممکن نیست در نتیجه لب کلام شما اینه که ما با درهامون در باز باشه در زبان فارسی درش باز باشه به روی واژه ها و زبان های دیگه بله درسته یعنی اینکه اساسا البته تا های, تا های اولا طبیعت های مختلف زبانی متفاوته. حوزه زبان علوم طبیعی با علوم انسانی متفاوته. مثلا در حوزه علوم انسانی من معتقدم تا اونجا که میتونیم بایستی که سعی کنیم بسازیم ولی یه جایی هم ممکن نیست. مثلا فرض کلمه مثل سوژه و ابژه دو تا کلمه یا سابجکت و آبجکت دو تا کلمه محوری اساسی فکر و فلسفه مدرن خب در فا... زبان فارسی کوشش های کردن که معادل هایی بسازن ولی هیچ کدوم موفق نبود من انجام به نتیجه که ما باید این کلماتو به کار ببریم سوژه ابژه رو اه. من یواش شروع کردم همین کارو و حالا کم عمومی شده که سوژه ابژه رو به من به عنوان, عنوان دو تا ترم اساسی حوزه فلسفه و علوم انسانی یه زبان فارسی پذیرفته اوه. و باید در این مورد دید که چه کار میشه کرد و چه کار نمیشه کرد یعنی این حرف کلی که زبان فارسی میتواند یا نمیتواند این حرف در تجربه باید ثابت بشه و حالا زبانشناس هم بیاید بگیرم تجربه ب... شما چی میگی؟ این سوالی همین سوالی پیشترم که جواب سریع نگرفتم ازتون آن اینه که آیا زبان فارسی در ماهیت در ذات خودش توانایی نداره برای این ببینید مسئله من میگم هیچ زبان زبان فارسی به عنوان یکی از زبانهای طبیعی اه. با میراث ادبی مثل همه زبانهای بشری همچین توانایی نداره همچنان که انگلیسی بومی ورنکولار با میراث ادبیش همچین توانایی نداره فرانسه نداره حالا از زبان زبان تکنولوژی علم جدید بگذریم زبان های فلسفی آیا شما فکر زبان فارسی یعنی در گذشته در تاریخ زبان فارسی هیچ وقت در مورد این علم و فلسفه و اینجا چیزا صحبت نشده یعنی زبان فارسی هیچ وقت نتونسته خودش توضیح بدین برای اولین باری که به زبان علم و اینا معرفی میشه در واقع وارد زبان فارسی میشه طبیعی که خب یه میراثی هست و یه بحث های شده پرس کنید شما ما برای بحث و علت و معل مثلا فلسفه یونانی که آمده به دنیای اسلامی در عربی از عربی، در عربی به در فارسی پرس که ما مفهوم علت و معلول رو داریم و مفهوم مثلا طبیعت رو هم داریم یا خیلی مفاهیم دیگه ای که تو این حوزه به کار میاد داریم ماهیت داریم وجود داریم فلان داریم خب طبیعتا اینا رو به کار ولی خب بعد میاد شما تو حوزه تفکر مدرن خب خیلی چیزا هست که نبوده توی زبان ما و طرح نشده تو اون سنت و تاریخ مال این دوران دنیای مدرن تو دنیای اروپای مسیحی هم دنیای قرون وسطا هم سنتوما و نمیدونم سنتو به این چیزا فکر نکردن این به این چیزا دکارت و کانت و نمیدونم هیگل و میشل فوکو و نمیدونم گادامر و هایدگر فکر کردن خب طبیعتا اینجا ما نیاز به دستگاه زبانی داریم آیا چه چیزهایی رو باید وام بگیریم چه چیزایی حالا میتونید بسازید فرض برای کلم مثلا فنومنولوژی فرشن احمد فرهادی خب پدیدارشناسی رو گذاشت و این پذیرفته پد، شد الان همه ب... خود من هم به کار میبرم ولی این مفهوم پدیدارشناسی به این صورت خب توی سنت اسلامی وجود نه فرهنگ فلسفه اسلامی یا دقیقا یا به این صورت وجود نداشته خب باید به یک کلمه نیاز داریم بسیار خوب حالا در مورد کلمات و واجه های که جدید یعنی علم و تکنولوژی جدیده این قابل درک و ضروری هم هست همطور که شما هم اشاره کردید ولی در مورد لغات و کلماتی که در گذشته در زبان فارسی سالها قرن‌ها استفاده شده و بوده چه لزومی داره که این کار بشه؟ باید باز اینجا مسئله نگاه سنجشگرانه به زبانه که این زبان تاریخی داره این تاریخش حکایت از چی داره؟ آیا این تاریخ چیز یک دستیه؟ آیا این زبان اون چیزی که شما میگید که مثلا همیشه به کار می واقعا همیشه به کار میرفته یا از زمانی به کار رفته فرض کنید که این نسبت عربی در فارسی ما شما مثلا کتاب سبکشناسی مرگوشهاره بهار رو بخونید ببینید که چقدر مثلا میگه تا قرن پنجم ششم مثلا پنج درصد عربی در فارسی بوده بقیه لغات فارسی بوده چرا این لغات فارسی رفتن بیرون و به لغات عربی آمده چرا حتی عین مثلا فرم‌های عربی تقلید شده چرا همه افعال بسیط فارسی رو بیرون کردیم به جاش افعال مرکب ساختیم یک کلمه عربی رو گرفتیم با کردن و شدن فارسی مثلا یا گردیدن ازش ساختیم آیا اینها درست بوده و آیا فقط تو به صرف که چون که حالا ما عادت داریم و مثلا فرض کنین از دو قرن پیش مثلا این لغات آشنا هستن باید اینا رو به کار ببریم یا نباید بکاریم من شخصا نظرم این است که ما باید با نظر سنجشگرانه با هدف داشتن یک زبان کارآمد روشن جمع و جور و فعال و زایا به این زبان نگاه کنیم در نتیجه بایستی خب یه مداری تصفیه میشه خود به خود و اگه قرار باشه که براساس با این نگاه بریم زبان رو بخوایم بازسازی کنیم و به صلاح زبانی بیاراییم که در خور دنیای مدرن و اندیشه مدرن و کاربورت های مدرن باشه باید با این نگاه نگاه کنیم از این دیدگاه نگاه کنیم خب بسیار خوب شما در مورد زبان علمی صحبتتون اینه که این زبان سی هر چه روشنتر و هر دقیق تر باشه برای اینکه بخواد مفاهیم رو خیلی سریع منتقل بکنه و اون آرایش و زیبایی که در مورد زبان ادبی به کار ببریم اینجا به هر حال لازم نیست این کارو بکنیم با. حالا من یک تکی از صحبت خودتون رو اینجا می‌خونم ولی سعی می‌کنم اگه بتونم درست بخونم شما میگین که زبان نگاره ها هم میتوانند در چهره بخشی تاریخی به زبان ها باشند پراکنش زبان نگاره لاتینی در اروپا و ترانویسی واژگان یونانی به آن از روزگار باستان جذب واژگان این دو زبان را در زبان های مدرن بسیار آسان کرده است شما فیلم چند نفر از مخاطبان شما اینو میفهمن به نظر من مخاطبان من باید زحمت بکشن که تا زبان من بفهمم و من طبیعتاً چون برای همه نمی نویسم برای در بقا... الیت ولی اهل فرهنگ زبان علمی علمیه که شما میگین با هر چه و هر چه دقیق‌تر و ساده‌تر بله انتفاضا این زبان زبان خیلی روشن و دقیقی ها. اگر که کسی اوه. به خودش زحمت بده و رم نکنه فرض کنید من میگم که ما برای آه... کلمه که مثلا حالا خط مثلا به کار میبریم این خط مثلا ما برای چندین چیز به کار میبریم و کلمه است که میشه باش پرسوند که یک کلمه دقیقتری، وقتی میگیم زبان نگاره لاتینی یا زبان نگاره عربی با خط و معنای اینکه خب از یه جایی امتداد بدیم از یک نقطه به یک نقطه دیگه یا با خط و معنای خوشنویسی متفاوته مفهوم و آیا ما میتونیم زبانمون رو گسترش بدیم از این بابت و مثلا کلمه‌ای کلمه مثل زبان نگاره کلمه شفافیه هم زبانش و هم نگارش و این چیز یعنی با... یعنی اون... اون چیزی که باهاش زبان را می نگارند و این کلمه شفاف خیلی زود میتونه خب اینا درست آقای در مورد این که این زبان از نظر ماهیت از نظر دستوری از نظر تمام اون مثلا ماهیت زبان شناسی میتونه تمام دقیق باشه و این تخصص در اختیار شماست نه من ولی در مورد اینکه اینها نامعنوسه در مورد اینکه اینها احتیاج به یک لغتنامه داره که نفر تو جیبش باشه که بتونه هر دفعه که مطالب آقای آشوری میخونه در بیاره ببینه که منظور آقای عاشوری چیه بله طبیعتا من چون دارم راجع به مسائل بحث بحث فنی میکنم در حوزه مثلا علمی زبان شناسی از نظر فلسفی از نظر فنی خب این من معتقدم که این زبان رو باید از نو با بازسازی کرد و و این کار رو میکنم حالا ممکن است که یه جاهایی هم بشود گفت که خب من افراط میکنم میشود مثلا کوتاهتر هم آمد شاید هم بشه ولی به حال من چون این جزء عادت هم شده عادت ذهنی شده این کارو من میکنم ورسون بسیار کلماتی هست که خب دیگران به کار میبرند ورسون برای آرکیتاپ ها مثلا باب شده که الان هنوزم خب به کار مثلا میگن که کهن الگو ولی آرکه کوهن نیست سر اصل آغازینه. تایپش هم الگو نیست بلکه گونه و نوع این هاست من کلمه سرنمون رو ساختم که به نظرم از لحاظ هم ترکیبی با آرکتایپ خوب میخونه و هم اون معنا رو اگر که این کلمه رواج پیدا کنه بهتر میرسونه تا تا کهن الگو و کهن الگو اساسا زا زاینده بدفهمیه و خب من اینو پیشنهاد میکنم و به کار میبرم تو کتاب عرفان و هم من تو بحث خب چون رسیدم به اینجا که بحث مسئله تایپ هست خب این کلمه رو به کار بردم اگر که رواج پیدا کنه شانس داشته باشه خب بعد یه مدارم مسئله شانس کلمات یه کلماتی شانس میارن خیلی زود رواج پیدا میکنن جا میفتن یه کلمات دیگه هم خب شانس نمیارم نه. ولی ما از با روش در واقع ترایل ایرور حرکت میکنیم بسیاری. خیلی متشکرم وقتمون کمه آقای آشه من خیلی دوست داشتم شما در زبان رسانه زبان ما در واقع نظرتون رو شما فیلم کنید که ما چه جور زبانی بایستی در رابطه با مخاطبانمون استفاده بکنیم خب ببینید زبان شما هم طبیعتا یک زبان واحد ازلی و ابدی نیست زمانی که پرسونید که مرحوم مسعود فرزاد و مثلا مینووی در بی بی سی صحبت میکردن با عادات ادیبانه و زبان ادیبانه خودشون صحبت میکردن حالا شما که نسل بعدی هستید یا دو نسل بعدی هستید به زبان زمانه خودتون صحبت میکنید و زبان شما هم متحوله و خود به خود حتی زبان سی سال پیش بی بی سی با زبان امروز هم متف... متفاوته اونتا اگر که نسبت به اینا خداگاه باشید و ب... خب باید یه جور سیاست و برنامه ای هم باید داشته باشید و صرفا با یک جمله ای که مثلا مخ مخاطبمون مردم هم پس باید مردم بفهمنگ این کلمه مردم خیلی کلمه مبهمیه مردم کی هستند؟ اساتید دانشگاه هستند؟ با همه هستند. خب در حال با همه تیف هستند. آره و طبیعتا شما کاربرد زبانیتون بر حسب نوع برنامهتون بر حسب نوع بحث و حرفتون متفاوته. در نتیجه مخاطب های شما متفاوتند و شما به س... سال لایه های زبانی گوناگون باید داشته باشید چنانکه دارید از بسیار خوب حالا در مورد ترجمه شما ترجمه ای از مکبث کردیم که در قسمت که به شعر به شعر ترجمه کردیم که خیلی هم زیباست البته من این اینو خوندم و خیلی لذت بردم ولی موضوع اینه که شما در جاهایی دست بردید به ترجمه یعنی یه چیزای اضافه کردید به ترجمه مکبث من میدونم که مجوز شاهدان هم پویتیک لایسنس که در انگلیسی میگن برای کاربرد زبان اینا بعضی موقع استفاده میکنن ولی آیا در ترجمه هم همچین اجازه اختیاری مترجم داره نه من البته در ترجمه هام هم هم همه کوششم هم این است که تا اونجایی که ممکنه حتی کلمه به کلمه وفادار باشم بعضی از خوانندگان من مرز کنم چنین ترجمه های من از نیچه مثلا فراسو نیکو بعد یا چنین گفت رو مقابله کردن تعجب کردن از اینکه چقدر دقیق به قول یکی از جوان ها توی آلمان ما میکنی میکنی ملیمت به ما گفت که ما میلیمت به میلیمت ترجمه می‌کنیم در مورد کار شکسپیر من سعی کردم تا اونجایی که ممکنه الان خود خب زبان شکسپیر که همطور که میدونید با انگلیسی امروز خیلی متفاوته و بعد وقتی اگه قرار باشه که این به زبان شاعرانه و ادبی فارسی در بیاد و روح فارسی به خودش بگیره خود به خود مترجم یه مقداری بایستی که دست ببره و تا اونجا که از جنبه بازسازی و دروازه بازآفرینی کنه اثر رو در زبان دیگه یعنی اثر شاعرانه در زبان دیگه وقتی واقعا شاعرانه میشه که بازآفرینی بشه بر حسب روح اون زبان و میراث ادبی اون زبان آه بسیار عالی و شما درباره خودتون وقتی که توضیح میدین از به اصطلاح گذشته تون و کارهای فرهنگی تون یک جایی میگید که در من استعداد شاعرانه هم بود که خوشبختانه آن را مهار کردم چرا خوشبختانه والا این همه شاعر ما داریم دیگه بس بود بس به نظر شما بس نیست به حال من یه کارهای دیگه هم ازم برمی اومد که خب رفتم دوباره اون کارا اول خب اون مقدار استعداد شاعرانه هم که در من بود من به کارهای دیگه زاهر رو همین مثلا فرضم کار ترجمه ترجمه ادبی متن شاعرانه مثل چنین گفت زرتوش مثل فرض کن چیز یا سعی کردم اون رو یه رگه با استفاده از روح شاعرانه زبان فارسی فارسی رو مدرن کنم بعد شما یک به حال در کار من یه نوع ذوق ادبی هست مثلا با کار آقای عدیب سلطانی متفاوته که بیشتر خب یه کار فقط مکانیکی زبانی میکنه ولی من در واقع با توجه به اینکه زبان فارسی یک روح ادبی داره و روح شاعرانه داره حتی برای مدرن کردنش از این استفاده کردم بسیار خیلی متشکرم دانش شرکتون در به وارد دیگه